جنجال و حمله تند امیر حسین ثابتی به رئیس جمهور. همون گونه که اطلاع داری در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته ما صحبت‌هایی رو از این انجام دادیم که آقای امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس صحبت‌هایی رو در خصوص دکتر پزشکیان انجام داده بود و انتقاداتی رو نسبت به رئیس جمهور و صحبت‌هایی رو که انجام داده بود در صحن علنی مجلس بهشون انتقاد کرد و از این گفت که بهتره بیشتر مراقب صحبت‌هاش باشه رئیس جمهور. اما بعد از اینکه رئیس جمهور در نیویورک و در نشست سازمان ملل حضور پیدا کرد، یک سری حرف و حدیث‌ها گواه از این می‌داد که دکتر پزشکیان گفته بود که اسرائیل اگر سلاحش رو زمین بگذاره ما هم می‌گذاریم. اما این قضیه با تقریبا مخالفت دکتر عباس عراقچی مواجه شد و اینو تکذیب کردن. اما به نظر رسید امیر حسین ثابتی امروز در صحن علنی مجلس انتقاداتی رو نسبت به دکتر پزشکیان انجام داد که در ادامه با همدیگه فیلم کامل مربوط به این اتفاق رو خواهیم دید. اما امیر حسین ثابتی در کانال تلگرام شخصی خودش در خصوص اینکه رسانه‌های اصلاح طلب بعضی از صحبت‌هاش رو سانسور کردن مدعی شد که متن صحبت‌هاش بدین گونه بوده. اول اینکه وقتی قرار است حقوق کارگران افزایش پیدا کند همه مخالفند، ولی وقتی جان کارگر در خطر است کسی توجه نمی کند، و وقتی هم حادثه‌ای مثل معدن طبس رخ می دهد همه فقط تسلیت می گویند. کمیسیون عصر 90 باید به این ماجرا ورود کند. ابتدای شهریور ماه خبر آمده بود که اونجا حادثه‌ای رخ داده، متاسفانه کسی توجه نکرد تا این حادثه تلخ به وجود اومد. من خواهشم اینه که کمیسیون اصل 90 ورود جدی بکنه، عواملی که قصور داشتن برخورد باشون بشه. نمیشه کارگر وقتی میخواد حقوقش مقدار اضافه بشه همه میگن آقا نکنید باعث تورمه، وقتی جانش در خطر کسی توجه نمیکنه، وقتی یه حادثه تلخی میفته تازه دیگه همه برای تسلیت الامادگی میکنم. ما باید مشکل رو اساسی حلش بکنیم. بخش اول صحبتهای آقای امیر حسین ثابتی در اینجا خلاصه شد. در بخش دوم صحبتهاش در خصوص رئیس جمهور ایران یعنی دکتر پزشکیان صحبتهایی رو انجام داد که به نظر رسید در نیویورک همچنان حضور داره و قرار چندین و چند جلسه با رؤسای کشورهای مختلف برگزار کنه. اما امیر حسین ثابتی امروز در مجلس در انتقاد به صحبت‌های رئیس جمهور گفت دوم اینکه پزشکیان که میگوید اگر اسرائیل سلاحش را زمین بگذارد ما هم میگذاریم، باید توجه کند که ماهیت ما با اسرائیل فرق دارد. ما برای دفاع سلاح به دست نگرفتیم و او برای تجاوز. اما جالب این که رسانه‌های اصلاح طلب به اتفاق بخش اول تذکرم درباره کارگران رو به طور کامل سانسور کردن که علتش مشخصه. اما در این ویدیو شما به صورت کامل به نظر صحبت‌های یک دقیقه آقای امیرحسین ثابتی رو دیدید که اول با تسلیت به معدن طبس شروع کرد و دوم انتقادش رو از دکتر پزشکیان انجام داد. با ما همراه باشین بخش دوم صحبت‌های امیرحسین ثابتی نماینده تهران در خصوص دکتر پزشکیان رو بشنوید و اگر دید ادامه ماجراها رو بررسی کنید. مسئله دوم، آقای پزشکیان گفتن اسرائیل سلاح بذاره زمین ما هم بذاریم زمین. آقای پزشکیان عزیز، ما با اسرائیل فرق میکنیم، اون وجودش نامشروعه، ما برای دفاع سلاح به دست گرفتیم، اون برای تجاوز و قصف. خواهش میکنم این بدیهیات رو بهش توجه بفرمایید. اما در خصوص این اتفاقات همون گونه که دیدیم دکتر پزشکیان واکنش‌های مختلفی رو در روزهای گذشته انجام داده بود، اما به نظر فعلا در خصوص این اتفاق اظهار نظر و واکنشی از رئیس جمهور نخواهیم داشت. دکتر پزشکیان امروز با ولیعهد کویت دیدار کرد و شیخ صباح خالد الحمد ولیعهد کویت دقایقی پیش در محل اقامت رئیس جمهور ایران با دکتر مسعود پزشکیان دیدار رو گفتگو کرد. این دیدار همکنون هم به نظر میرسه که در حال برگزاری است. وقتی که داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم و دکتر پزشکیان که برای شرکت در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور یافته، همچنان داره به دیدارهای خودش با سران کشورهای مختلف ادامه میده. دکتر پزشکیان در جدیدترین صحبتی که با شبکه CNN داشت گفت که اسرائیل زنان و کودکان و بیماران رو از بین میبره و این یک جنایت عجیب و غریبه.
رئیس جمهور در ادامه صحبتاش گفت به حق و عدالت معتقدم. برای پیاده سازی حق و عدالت در منطقه و دنیا نیاز به اصلاحات داریم. امکان ندارد همچون گذشته عمل کرد و انتظار تغییر داشت. عدالت در خیلی از جاها وجود ندارد و باید در جامعه حق همه انسانها بدون در نظر گرفتن نژاد و اعتقاد و جنسیت داده شود. بنا به دستور خداوند عدالت باید اجرایی شود، باید با همه چیز به خوبی و درست برخورد کرد و بر اساس عدالت رفتار کرد. برای اجرایی شدن عدالت نیز تغییر به اصلاحات داریم. این صحبت هایی بود که رئیس جمهور با شبکه CNN انجام داده بود. گفته شده که اتفاقات زیادی در 24 ساعت گذشته افتاده، از اینکه به خاطر بحران عجیب و غریبی که در کشور اسرائیل و رژیم اشغالگر وجود داره، نتانیاهو تقریبا دوباره سفر خودش رو به سازمان ملل عقب انداخته و طبق چیزی که رسانه های داخلی اعلام کردند به نظر رسید که فردا قراره عازم آمریکا بشه تا ببینیم در خصوص این جنایت ها چه صحبت هایی رو میخواد انجام بده. اما دکتر پزشکیان در صحن سازمان ملل صحبت های فوق العاده مهمی انجام داد که بازتابش در رسانه های سرتاسر جهان فراگیر شده بود و دیدیم که شبکه های معتبر و روزنامه های خارجی نیز از صحبت های دکتر پزشکیان وام گرفتن و تیتر خودشون رو به رئیس جمهور جدید ایران اختصاص دادن. فیلم جالبی از دکتر پزشکیان بیرون اومد تحت اینکه خبرنگار در خصوص اتفاقات منطقه ازش سوال میپرسه و اینکه نظرش راجع به اسرائیل چیه و دکتر پزشکیان در جواب میگه اجازه بده چند دقیقه دیگه تمام صحبتامو میشنوی. و همین اتفاق هم افتاد و دیدیم که در نشستی که انجام شد چقدر از منطقه و جنایاتی که داشت اتفاق می افتاد صحبت کرد و در از این گفت که آماده است احی برجام و احیا کنه به شرط اینکه طرف مقابل هم به تعهدات خودش عمل کنه و مثل سری قبل یک تنه به هم نزنه توافقات و به قول معروف نابرابری و نامردی در این قضیه دیگه وجود نداشته باشه. رئیس جمهور با دیگر افراد و دیگر وزرا و رؤسای کشورهای دیگه هم دیدار کرد. یکی از مهمترین دیدارهایی که رئیس جمهور داشت دیدار با رئیس جمهور سربستان بود که به نظر رسید قرار رابطه دو جانبه خوبی رو با کشور سربستان دولت 14 آغاز کنه. در ادامه اتفاقات مهمترین دیدارهایی که دکتر پزشکیان داشت دو دیدار بود، رجب طیب اردوغان و امانوئل مکرون، دو رئیس جمهور ترکیه و فرانسه، که یکی از مهمترین جلسات دکتر پزشکیان و دولت 14 تا به این لحظه بوده که بسی جای توجه و دنبال کردن داره. میتونید برید در کانال ما تماشا کنید جلسات مربوط به دیدار با رؤسای فرانسه و ترکیه که حائز اهمیت های فراوانی بودن. مرسی که تا به اینجای کار با ما همراه بودید. در ادامه ویدیوهامون به دیگر اتفاقات خواهیم پرداخت.